و به خوبی میشه فهمید که چرا اون آثار و حالا در زمینه موسیقی ایرانی آثاری که در اوایل دهه 60 ارائه شد ماندند و ماندگار شدند و مردم زمزمه میکردند، ولی آثاری که الان ساخته میشه این قابلیت رو نداره و تا زمانی که دغدغه‌های فکری و فرهنگی و هنری خالصانه نداشته باشیم قطعا نمیشه آثاری تولید کرد که در میان مردمان باقی بمونه و اونها بتونن اونها رو تکرار بکنن، با اونها ارتباط برقرار بکنن و باشون زندگی بکنن. بنابراین پرویز مشکاتیان هم از جمله هنرمندانی بود که چنین دغدغه‌ای داشت و به دنبال آثار و افکاری بود که در مردمان سرزمین خودش تاثیرگذاری بکنه، و حالا چه استفاده از غزلیات حافظ بوده، چه غزلیات مولوی بوده، سعدی بوده یا شعرهای معاصر، تفکر ایشون مردم بود و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی، چیزی که در درون مایه فکری گروه عارف هم شکل گرفته بود از اون ابتدا، ولی متاسفانه بسیاری از افرادی که با این گروه همکاری کردند این دغدغه رو نداشتند و هرگز نتونستند اون همراهی لازم رو با این تفکر خاص داشته باشند، و متاسفانه دیدیم هر کدوم دغدغه خودشون رو داشتند و هر یک به دنبال راه و مسیر خودشون بودند، یکی دنبال دیده شدن همونطور که گفتم، دیگری به دنبال پول در آوردن، و کسی دیگری به دنبال شاگرد جمع کردن، دیگری در این که مثلا در بلبشوی بازار ضبط های روزمره و روزانه مثلا سرآمد دیگران باشه، که مثلا روزی 5 تا 6 تا ضبط مثلا از این استودیو به اون استودیو بره، که من از نظر من اینها هرزگان هر جایی نوازی هستند که هیچ تأثیری در اون اثر مربوطه نمیذارن، فقط و فقط حضور فیزیکی اونها هستش، ولی هیچ گونه رد یا اثری در اون اثر مربوطه ما نمیبینیم و نخواهیم دید. بنابراین تا زمانی که تفکر هنری وجود نداشته باشه حتی حضور فیزیکی این اشخاص هنربند و هنرگند در این موارد هیچ تأثیری نمیتونه در کیفیت باطنی اون آثار داشته باشه. حالا شاید از لحاظ کوک، از لحاظ مترونوم، از لحاظ یک سری ویژگی هایی که در تکنیک ضبط وجود داره، در هنر ضبط وجود داره، خب اینها کارشون رو به خوبی انجام بدن، بگن آقا هنوز طرف نرفته داخل، خب اومد بیرون خیلی سریع زد و تمام شد رفت، ولی تفکر و تأمل چه میشه؟ اثرگذاری چه میشه؟ بنابراین اینها مسائلی بود که برای زنده یاد پرویز مشکاتیان بسیار مهم بود، و به خاطر همین شیوه تمرین های ایشون، خب شاید اگر به نسبت امکانات این روزهای موسیقی به اونها بنگریم شاید احساس کنیم بسیار تفکر عقب مانده و قدیمی بود، اینکه حالا 3 ماه یک گروه بشینن ساعتها با هم بزنن تا همدل و همفکر و همنوا بشن، ولی این اتفاقات مسائلی بود که تأثیر داشتش، حالا چه یک گروه سازهای ایرانی باشه، چه یک ارکستر مجلسی باشه برای اجرای آثار کلاسیک، و چه یک ارکستر بزرگتر باشه تحت عنوان ارکستر سمفونیک. تا زمانی که این جمع قلقهای هم رو پیدا نکنن در لحن و بیان موسیقی، تا زمانی که ساعتها کنار هم نباشند، دقیقا اتفاقی که در یک تیم فوتبال میفته هیچ فرقی نمی کنه، یه تیم فوتبالی که روزها و هفته ها کنار هم بازی کردن، قلق همدیگر رو میدونن، خب خیلی فرق میکنه بازی سازیشون تا یک تیمی که فقط برای یک سری مواقع خاص دور هم جمع میشن، مناسبتی هستش، حالا یک مسابقاتی هستش، حالا بنا به دلایل یک کشورکی، حالا مثلا یه تیمکی هم تشکیل میده برمیداره میاره مثلا در یک مسابقاتی، فرق میکنه با اون تیم هایی که دغدغه و عرق ملی دارند و روزها و سالها و ساعتها در کنار همدیگر بازی کردند و با هم زندگی کردند. گروه موسیقی هم همین هست، حالا چه گروه پاپ و راک و بلوز و سنتی ایرانی و نمیدونم محلی هندی و هیچ فرقی نمی کنه، ما در مورد موسیقی صحبت میکنیم، فقط موسیقی حالا ایرانی
صحبت ما نیستش که فقط در این زمینه نگاه بکنیم. بنابراین اینها مسائلی هستش که حالا من سعی میکنم در چندین قسمت خدمت دوستان صحبت بکنم و این مسائل رو ارائه بدم.